سکال افغانستان د کوکنارو په کښت او تولید کې ریکارد ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرایمو سره د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2012 کال کې 6.3 سلنه کوکنار ډیر کرل شوي او د اپینو تولید دوه برابره ډیر شوی دی. په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بې مخینې توګه زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې په 209,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي چې د 2012 میلادي کال په پرتله 6.3 سلنه زیاتوالی ښیي. په هیواد کې د کوکنارو کښت له 2001 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې هر کال زیات شوی دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې په 8,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي، خو په 2001 میلادي کال کې په 193,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي. له دې سره سږ کال په هیواد کې په 209,000 هکتار ځمکه کې کوکنارو په کرلو د 2001 میلادي کال ریکارډ مات کړ. د دې رپورټ له مخې د کوکنارو کښت په هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، نیمروز، دایکندي، اروزګان، ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د تیر کال په پرتله زیات شوي او په هیواد کې نیمایي تولید شوي تریاک په هلمند ولایت کې د کوکنارو له کروندو ترلاسه کیږي. په افغانستان کې له نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی په هیواد کې د نشه توکو د تولید او قاچاق پراختیا ډیره د اندېښنې وړ بولي. موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. له نشه توکو سره د مبارزې ادارې په یوازې نشي کولی د نشه توکو په وړاندې مبارزه وکړي. موږ باید پوه شو چې د دې ښکارندې په وړاندې مبارزه یوازې د دغو ادارو مسؤلیت نه دی، بلکې زموږ ملي لومړیتوب دی چې باید ټول د دې ښکارندې په وړاندې مقابله وکړو. له بلې خوا، له نشه توکو سره د مبارزې وزارت سرپرست نامنی د کوکنار د کښت د زیاتوالي اصلي عامل بولي. با پدیده کښت کوکنار که در واقع تقویت کننده تروریسم در افغانستان هست و شما در هر جایی که انتحار انفجار میبینین باید بدانین که با پول تریاک اینا تغذیه شدن و تقویت شدن، باید این وضعیت ختم شود. د دې رپورټ له مخې تیر کال په 19 ولایتونو کې کوکنار نه کرل کېده، خو له دې جملې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې بیا د کوکنار کښت پیل شوی. نشه یي توکي داسې ښکارنده ده چې افغانستان یې تیر کال د نړیوالو له نیوکو سره مخامخ کړی دی. که څه هم چې د دې ښکارندې له منځه وړو لپاره ډېرې هڅې شوي دي، خو دغو هڅو د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې به د کوکنارو د کښت زیاتوالی د راتلونکي لپاره د خطر زنګ وي. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودی خبری خپرونې لیدونکي یاست. د دې موضوع د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی، په مشان جرګه کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي، په ولس جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار قهرمان او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت سلاحکار انجینیر ذبیح الله دایم. تاسو ټول ستړي مشئ، بس په خیر راغلئ. دایم صاحب، در آغاز به شما میخوایم سوال کنم که در سال 2013 پولی را که به خاطر محو کشت و کوکنار یا تولید مواد مخدر به مصرف رسانده وزارت مبارزه با مواد مخدر چه مقدار بوده؟ ما سال اول، سلام های خود خدمت دوستا شما و بینندگان تلویزیون محترم شما تقدیم میکنم. همه سال قبل از او که ما به پلان امهای کشت مزاری کوکنار بریم، پلان مشترک طرح میشه با وزارت های زیربط امنیتی در قسمت محو مزاری کوکنار و در بدل هر هکتار تخریب حدود $250 به مصارفی که در پروسی تخریب صورت میگیره به مصرف میرسه، که امسال در سال 2013 حدود 7000 و تقریبا در حدود 7000 و فکر میکنم چند صد هکتار بود تخریب شده بود و در بدل هر هکتار ما $250 به مصرف رسوندیم. خب این به خاطر از چیزی که به خاطر پروژه یا بدیل توزیع کردین پولی که مصرف شده چی مقدار بوده؟ برنامه مختلف داریم. ما سالانه ولایت کاری از کشت کوکنار میشه حدود $1,000,000 ما تخصیص میتیم که در سال جاری حدود در حدود $18.6 میلیون بود که به ولایت تخصیص داده شد. حالا برای ما برنامه معیشت بدیل داریم که در ولایت مختلف راندازی میشه، که در ماه جنوری در ولایت قندهار عملا پروسی برنامه فودزون ما یا برنامه ساحه غذایی که 4 بخش اوتوا میکنه و سالانه مبلغ $10 میلیون بودجه تخصیص داده شده که برای 2 سال این پروژه قراردادش تکمیل است و امزار است. انشاءالله قریب در ماه جنوری رسما پروسه معیشت بدیل یا برنامه فودزون ما در ولایت قندهار آغاز میشه. برنامه های دیگه ایم داریم در ولایت های مختلف، برنامه کاردیف یا بستقای انکشافی اقتصادی که به هر ولسوالی ما مبلغ $5 میلیون
تخصیص داده میشه که در سه ولایت بلخ، بدخشان و ننګرهار عمل این پروسه ما فعالیت داره. آقای دایم میشه بگوید که دقیقاً در طول 10-12 سال پولی که به خاطر از بین بردن مواد مخدر یا کوکنار در افغانستان به مصرف رسیده چه مقدار بوده میتواند معلومات دارین در این بخش؟ در بخش برنامه تشویقی که از تقدیر از اجرات خوب است حدوداً بیشتر از 150 میلیون دلار به مصرف رسیده ظرف 8 سال گذشته که ولایت کری از کشت کوکنار میشه سالانه 1 میلیون دلار و بیشتر یا کمتر تخصیص داده میشه به ولایت. برنامه معیشت بدیل داریم در ولایت های مختلف که حدوداً تو گزارش هایم به نشر رسیده که تقریباً در بعض جاها گفته که تنها ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلاره با مصرف رسانیده در افغانستان. ببینید درست است ما تایید میکنیم که 7 میلیارد دلار به مصرف رسیده، اما پول ناچیز از است طریق بودجه دولت به مصرف رسیده. حالا سوال اساسی اینجاست پول که از طریق خود اینجوای اسیا به مصرف رسیده. ببینین شما اگر برنامه‌ای را که تاله طرح شده و مشکلات و چالش هایی که در این راستا وجود داره، این مبارزه تنها نمیتونه که دولت افغانستان یا یک دو سه کشور دیگه در این قسمت سهم اگر این سوال کنم اگر مبارزه صورت نمی گرفت و اصلا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یا معینت مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت امور داخله وجود نمی داشت، مقدار چی می بود؟ فکر نمی کنید شاید کمی قدر کوکنار پیش نشون اگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و معینت نمی بود، چنانچه که امروز جنرال ما و ایسای بام فرمودن حتی در 34 ولایت شما شاید کشت کوکنار می بودین، علاوه بر اینکه در دستاهات که زمین های زراعتی است در او ساعت حتی مردم در بامبای خودم کشت مواد مخدر انجام میدن. اما فکر نمیکنید ولایت که فرهنگ بوده کشت مواد مخدر حالا هم بیشترین مواد مخدر هم آنجا کشت میشه؟ ببینید در ساعت مردم در ساعت می ولایت کشت مواد مخدر صورت میگیره که چالش های امنیتی وجود داره. به طور نمونه به شما میگم در ولایت ننګرهار در ساحاتی که برنامه معیشت بدیل ما فعالیت داره ما شاید آری بودن ولسوالی هستیم، اما مشکلات همده ما در ولسوالی هایی است که از نقطه نظر امنیتی مشکلات دارند. شما ولسوالی شنوار را ببینین، ولسوالی خوگیانی را ببینین، چپرها را ببینین، ساحات است که از نقطه نظر امنیتی بسیار چالش دارند، مشکلات دارند. بله. و باعث شده همچنان در ولایت هلمند ببینین، اروزگان ببینین، فرا، نیمروز و یا قندهار. اما یک سوال دیگه، چرا ولایت دایکندی در لیست از زمینو ولایت دایکندی هم آمده؟ دایکندی در ساحت ببینین در قسمت از ولایت دایکندی کشت میشه که همسرحد با اروزگان و فراست و از نقطه نظر امنیتی سخت چالش دارند، مشکلات دارند. و ما میخوایم که یک مثال دیگر بر شما بتم. امسال درست است که در حدود 2900 هکتار کشت صورت گرفته، اما نظر به تولیدی که در سال 2007 صورت گرفته بود و در سال 2013 بسیار تفاوت داره، چون در سال 2007 کشت مواد مخدر در ساحات زراعتی صورت میگرفت، اما فشارهایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد شده حال تقریبا کشتزارای مواد مخدر در دشت ها رفته. مافیا و تروریست ها کوشش کردند که ساحات دشت از طریق چاه ها آبیاری کنند و مواد مخدر تولید کنند. همی باعث شده که یک تفاوت بسیار واضحی را ما نسبت به تولیدی که در سال 2007 صورت گرفته بود و در سال 2013 شاید استیم. مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته که ما در بخش از بین بردن مواد مخدر گفته ظرفیت آن گونه که باید می داشتیم نداریم گفته. ببینید در سال 2010 یک قطعه امهای مزاری کوکنار بود که متاسفانه قطعه لغو شد، از بین رفت و اعتقام شده اون پلیسش با معینیت امنیتی. و بعد از سال 2010 ما یک اندازه شاهد افزایش کشت کوکنار بودیم. ما امیدوار هستیم که دوباره قطعه امهای کشت کوکنار یا قطعه 333 دوباره احیا شود تا یک دستاورده در سال آینده داشته باشیم. تشکر. آقای سیدی، فکر میکنید در کنار بعضی مسائل دیگه که گفتگوهای صلح با مخالفین است که بالای حکومت افغانستان انتقاد می شود که اراده صادقانه به خاطر گفتگوهای صلح ندارد، آیا همین گونه شک در مورد مبارزه با مواد مخدر هم است یا خیر؟ بعد از سلام و عرض ادب خدمت میهمانان گرامی و بیننده های شما، من فکر می کنم که امسال که 36% مواد مخدره در افغانستان افزایش پیدا کرده، این آگاهانه است و بعد از این بیشتر رشد میکنه. نه مشکلی امنیتی مطرح هست من دیگه، من چند دلایل دارم. آگاهانه فکر میکنید تصویی که؟ من توضیح میتونم. در حاکمیت جناب آقای کرزی هر کس که بی کفایت تر باشه، هر کس که وظایف خود به وحی احسن به حکم وجدان انجام نتنه او رشد میکنه. یک، جناب آقای اکرم اخپلواک ولی فرا شد، حادثه انفجاری صورت گرفت، 70 و چند نفر کشته شدن، بعد مدت کمی وزیری اقبام و قبایل شد، رشد کرد. دوم،
آقای عمر داودزی سفیر بود در اسلام‌آباد، بی‌کفایت بود، نتونست روابط دیپلماتیک را درست سازه، ترقی کرد وزیر داخله شد. آقای زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدره بود چند سالی، چون 36% مواد مخدره امسال افزایش نشان داد. کشتش افزایش یافت، تولیدش دو برابر شد. بله. رشد کرد وزیر خارجه شد. و همچنین رشد کرد وزیر خارجه شد و همچنین یک تعداد از وزرا و والیای بیکفایت حال کاندید ریاست جمهوری است. بنان دهی کشور که هر کس بیکفایت تر ترقی بهتر، هر کس پسیفتر رشدی بهتر، هر کس صادقتر سرکوبتر. بنان مسابقه است بین کابینه که کی میتونه بیکفایت باشه تا رشد کنه. یک. دوم، جناب آقای کرزی رئیس جمهوری کشور ما از نگاه حوصله در مقابل رسانه ها و مطبوعات بزرگترین شخصیت است از نگاه حوصله، اما از بیکفایتی و بیدارگی، یعنی ضعیفترین رئیس جمهور است که در تاریخ کشور تکرار نخواهد شد. و این کابینه موجود تعدادی خیلی برای لکه های ننگی هستند بر دامن مردم افغانستان. حرف دیگه، من امروز در حالی که شما میفهمین که هوا سرد شده، مردم افغانستان به اندازه ای که نان شب خود ندارن، پا برهنه هستن، یک سر چوب پیدا کرده نمیتونن که به بخوری خود آتش کنن. در روزا حکومت لوی جرگه مشورتی دایر میکنه که من نمیخوام سرش بس کنم. امروز من از گردنه باغ بالا میامدم، از میدان هوایی تا به پل تکنیک در هر پایه برق دو بیرق ملی آویزان شده. و کسی ارقامی امروز به من داد که 517 لوحه به نام لوی جرگه مشورتی در کابل نصب شده. اینها از پول می خونی یتیم. یک موضوع دیگر هم که یادآوری میکنن که میگن نانی که به خاطر 3000 نفر اولش که در روزی که مردم میان اولش، او از یک ماه قبل اون نان پولش اول است. بله. که پولش گرفته میشه اما بله. افراد درک نداره به خاطر خوردنش هنوز. ببینین این مصرف است، اما درد ما تنها این درد نیست. من امروز حساب کردم، جناب قهرمان صاحب حساب بود، در اولوسی جرگه 38 نفر شسته بود از جمله 249 وکیل. امروز تلویزیون نشون داد 38 نفر شسته بود در جرگه. دوم، ملت افغانستان که پاورهنه هستند با لطفی همین حاکمیت نزدیک به 2 میلیون آغشته به مواد مخدره هستن. یک سوال دیگه که میگن که جامعه جهانی هم صادقانه عمل نکرده، اما جامعه جهانی ادعا دارد که تنها ایالات متحده آمریکا در طول چند سال 7 میلیارد دلار به خاطر این مواد. من به شما ارقام میدم، 7 میلیارد بسیار کم است. وزارت مبارزه با مواد مخدره طی 10 سال اخیر مجموعا به شمول جامعه جهانی 11 میلیارد دلار مصرف کرده. 11 میلیارد. اگر ما اینها را سکنین به سایت ها هسته، اگر ما همین سدیای دلار از کابل بگیریم تا هلمند و فرا و نیمروز فرش کنیم، مانند سرک پخته تمام افغانستان فرش میکنه. اینها به شکمی کسانی رفته که از خون از ملت هیچ سیر نمیشن، به شکمی کسانی رفته. اگر شما پرسان کنین میگوین که من شنیدم اون روز از آقای بازمحمد احمدی معینی مبارزه با مواد مخدره وزارت داخله گفته که 500 نفر ما بندی کردن، چی دروغای شاخ داری؟ اگر کیا را بندی میکنن؟ همون کسایی که مواد مخدره را کم قاچاق میکنه، 1 گرم و 2 گرم میگه پدرنات چرا دستیر نمیکنی؟ چرا 1 تن نمیکنی که حق مرم بتی؟ ببینین این جفا است، این جفا است برای ملت افغانستان. ولی این حاکمیت این ملت افغانستان را بسیار گوسفندی گیر کرده. حتی گپ آخر من امروز من به تلویزیون دیدم طرف شما که می اومدم، وزارت مبارزه با مواد مخدره محفلی دایر کرده بود. آقای مبارز راشدی گپ زد، من آقای مبارز راشدی میشناسم، خیلی شخصیت پاک دامنیه، ولی این دامنش به این وزارت لکه‌دار میشه. من براتون اینو میگم که من ایران شدم که خجالت وجود نداره. 36% ارتقا کرده مواد مخدر، باز محفل میگیرن و بیانه میتن و باز دستا خود بلند میکنن. اگر باید این حاکمیت بفهمه، این حاکمیت بفهمه که کاری هر بز نیست خرمن کوفتن، گاوی نر میخواهد و مردی کوهن. ای بزا نمیتونه، ای کابینه بزی نمیتونه مشکل ازی وطن حل کنه. قرارمان سبیه بوله مسئله چلتا پکی یادونه شویده چه هلمن ولایت بلکیگی چه تومرا کوکنار چه کریگی یا تومرا نشه توکی چه تولیدیگی، هلمن ولایت نیمایی تولیدی اوس هم دلیل پتک ده ایدا کیگی چه هلمن ولایت که امنیت خشوه ده دلتا بلکیگی چه ده کوکنار و کخت امنیتی وزیت پوری تراو لری چه چه امنیت خنه دلتا کوکنار کرل کیگی که پلمن که وزیت خشوه وی بیا ولی کخت او تولید بیا هم پکی دیر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدون کو ته د میز میلمنو ته شاپر جان ته ټول ته خپل سلامونه او نیکی هیله وایم. زه غواړم چې دغه داستان یو لږ څه په تفصیل تشریح کړم. زما د عمر لویه برخه 50 کاله ما په دغه راسته کې ډیر سخت لوی ګامونه اخیستي دي. د منطقې په سطحه د پاکستانیانو مسؤول خلکو سره چې پر دغه پروسه کار کوي کښېناستلی یم، د ایرانیانو سره کښېناستلی یم، د ترکانو سره کښېناستلی یم، د روسانو سره کښېناستلی یم، د امریکایانو سره کښېناستلی یم، د انګریزانو سره کښېناستلی یم. سړی نه دی راسه پاته سوی، یا زموږ د حکومت په وخت کې، یا د دغه هجرتونو په وخت کې، یا په دا اوسو وختونو کې څوک چې پر دغه پروسو کار کوي یو ځلې ما حتما یو ناسته ورسره کړې. قد زه یو سوال لرم چې راحل یې کړي، د دغه اوسني ستا په دغه حکومت کې د وزیرانو سره، د قضایه قوې د مسؤلینو سره، د نور عدلي قضایي نهادونو سره، چې ته ما په دې قانع کوي چې دغه شی د مځکې په کوره کې بزنس دی او که پرابلم؟ اول په دې ما ته یې پوه کړي چې دا تجارت دی او که دا یو پرابلم د په دې مځکه کې دواړه به وي نه دی د ځین لپاره به مشکل وي، د ځین لپاره به تجارت وي که نه؟ اوس مې نو پس تر دې 50 کاله زما د هلو ځلو څخه زما برداشت څه دی چې دا یو بزنس دی. د مځکې د کورې ټولې پیسې په درې بازاره کې دي. یو بازار نفت دی، یو بازار د اسلحې دی، یو بازار د مواد مخدر دی. چې د مځکې د پیسو د بازارونو څخه د یو بازار موش دغه دومره مخلوق چې راغورځېدلی دي، چا چا انټې تړلي دي، په هوارا روان دي، څوک د شپې په سپینو کالو کې دي، څوک سهار په برګو کالو کې دي. دا ټوله چې کومپۍ ووایي دا ټول پر دغه خزانه راټول دي. مین جمله زموږ هلمند، زموږ اولس، زموږ افغان ملت کې روګان دی. هم یې ورباندې کري د نامرده زامن، هم یې ورباندې راټولوي د نامرده زامن، هم یې پیسې دوی وړي د نامرده زامن، هم یې په زندانونو کې اچولي دي د نامرده زامنو، هم یې وژني د نامرده زامن. یقین وکړئ که سړی وجدان ولري، ضمیر ولري، زه نن ستا د دغه میزه څه چیلنج ورکوم جهاني ټولنې ته، افغان حکومت ته، که زه چا ماته دا منطق ثابت کړل چې دا د افغانانو جرم دی، دا د افغانانو ګناه ده، پر دې باندې 18 کاله باید ته په زندان کې کښېنې، په دې کې ستا سر باید په خطره کې شي، ستا مال په خطره کې شي، زه د دې ټول ملت په مخ کې ستا د ټلویزیون په نمایندګۍ خپل لاسونه په دې بند کې پرې کوم. دا زموږ مظلومیت دی، موږ جغرافیه د خدای په مصیبت اخته یو. د نامرده زامونو جبرن دغسې حالت راباندې راوستی دی چې موږ باید دغه شی وکړو او دا باید دی ورسي دی کې ډېرې لوی پیسې. اما قهرمان صاحب، تر ډېره پورې دا نیوکه کېږي چې مواد مخدر یا کوکنار چې څوک کوي ګټه یې د نورو جبو ته ځي، یعنی افغان دیقانانو ته، افغانانو ته نه پاتې کېږي. زما سوال دا دی که ګټه یې نورو ته ځي او دې دیقانانو ته څه نه پاتې کېږي، بیا دوی ولې کوکنار کوي کله چې یو شی ګټه نه لري خو نه دی کوي؟ فکر نه کوي چې البته ګټه لري، پیسې به ترلاسه کوي چې دوی کوي. ګوره د مزدور یعنی داسې حالت یې ستا پر جغرافیه راوستی دی چې ته وچ کلک غیر له دغه شي د کرلو څخه په بل شي باندې و خپل ژوند ته چوکاټ نه شي برابرولی. که د ستا د بادرنګ زمینه مساعده ولای، کده ستا یو دانه انځر په ډالرو مارکیټ ته رسولای، کده ستا یو دانه انار جوس جون جوړولای په لږ ډالرې خرڅولای، تا ته لار خلاصولای، تا دا کار نه کوي. دا اګهانه پر دې کار سوی دی چې پر ما او تا د هر طرفه سره ټول حالات کارمن سي دلمن د خلکو د استاز پتوګه پیلمن کې چې باید ایجاد شوی وي یا ایجاد شي چې د نشې توکو یا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. پیلمن ته څه کوي؟ زه د ګرد افغانستان په ساته بیا راځم. پیلمن اول زه شی درته خپل د انسان په صفت فکر وکړي، د دې ټول افغانستان دغه تاریخ چې څه تولید هر کال کېږي، دا اوس حتی په کال کې دوه ځلې تولید کېږي. ښه غوږ راته ونیسئ، په کال کې بعضې ساحې دي چې دوه ځله تولید کوي. دا ټول مال چیرې ځي؟ دا پر دغه یوه کونج باندې تقریبا د زایدان څخه بیا راځه تر بولدک تر سراده پورې، چې دا ټول وسنجې 200 کیلومتره یا 300 کیلومتره سهار نه کیږي. د دغه اتیا پیسه د دغه مال پر دغه یوه سوړي باندې وځي. آیا دا ایران، پاکستان، امریکایان، کوپر، اسلام دا ټول دومره بې واسه دي چې دا 200 دغه بندولای نه شي او کې په کاسته خلاصه پرېږدي ده او دا اوازه ده او دا پیسې په دې کې یو عالم دنیا ده؟ وزه تشته دا یو نږدې ایران شه. په ایران کې موږ 5 میلیونه معتاد لرو.
چې د کال یو کیلو وڅکې شاپور جان دا 5 میلیونه کیلو کیږي. دا تی په بادرنګو نه پر خرڅوي چې په 200 کیلو پر خرڅ کې دا یو میلیارډ ډالر کیږي. دا په یو سلو درونی وی ملک کې دا مال خرچیږي. دا یو علم پیسې دي، نه په نیپټو کې دومره پیسې وسته، نه په دغه کې د دغه ځای تیاری باریږي، کاروانونه بسته کیږي، د حکومتونو په سویه باندې بدرګه کیږي، در او ګوټه پورې پاکستانی حکومت یې رسوي، در او ګوټه پورې ایراني حکومتونه یې رسوي، در ترکیه تر مرزه پورې ډکې ډکې تیاری په اساسي میدانونو کې باریږي، په اصلي نقطو کې کښته کیږي. اوس سړی دا ټول زموږ په حق کې سخت ظلم دی. زه به تا ته شاپور جانه ګورم، ما باس کړی دی، ما ته دې څوک وایي چې دا مشکل دی؟ ما ورته وویل راځئ قبول مې کړل. دا بلا د 5 پښې لري. یوه پښه یې زه بزګر یم چې کرم، یوه پښه کوچنی عجي دی چې په لسمنی راټولوي، یوه پښه یې لوی عجي دی چې دا په خوروار کې چوټو ته در وړي، بل پښه هغه څوک دی چې دا په ترانسپورټ کې رسوي ستا تر مارکیټه پورې، پنځمه پښه ته چې بازار دې ورته جوړ کړی دی، ډالر کوي په جیب کې اچوي. زه ورته تصمیم نیسو چې دا بلا مړه کړو. دا بلا د کومې خوا سمه مړه کیږي؟ وام نو تو خوش اسکار هم لري، باثباته ټولنه هم لري، کمرې هم لري، بل هم لري. نو ته چې په دې خپل ټولنه کې د دغه د مارکیټ بندولو د لپاره امکانات نه لري او نه برابرې، نو کته هغه مارکیټ بند کې د بلې ضرورینه لوی عجیب په لسمنه نه ټول یعنی چې تقاضا ختم شي، ارزه په خپل لمنځه خپل د منځه جي وخت کې کته بازار ورته خلاص کړي او ته چې تیزاب نشه کنټرول ولای په دادوم راسکرو چې د مریخ ساکسونه را لېږي، تیزاب زما تر کوره پورې ما ته څوک راوړي چې تیزاب را نسی زما تاریکو ته ونه لویږي، زما تاریک کله پشي کی هغه وخت پشي کی چې ستا د غره ورسېدل. دا یو نامردی ده، دا یو مصیبت دی، دا ملت ګیروګان دی. دغه په زندانو کې ښکښنه ولې دي، ظلم کوي، اتلس کاله کې چې کړی دي ظلم کوي، دغه نیادونه چې جوړ دي، دا وزارتونه چې جوړ دي، دا ناحق دي، دا ظلم دی، دا به ټول سره سره تجدید نظر پر وځي. دا منطقي نه ده، دا علمي. وزوګوري لس کاله تا انسانان پر کښېنول، اتلس کاله دې کېد کل شاپور جان سپینسر شې دې راوستلې، د خلک په سر کې دې کڅوړې ور واغوستلې. دغه شی بند شو یا وخت چې نه سو بند، خو تجدید نظر په کار دی، پر دغه فرموله باندې د سره فکر په کار دی چې دغه فرمولې خو ټول ناکامې. صرف دغه قوتونه چې استعمالېږي د دې لپاره چې دغه واړه لاسونه په ګډ نشي، دا بازار وران نشي، هر سړی لکه نه خود تر ځای ونه رسوي، د مشخصو الکو په لاس کې پاتې شي. چا چې دغه زموږ ډېر اویا میلیونه ملت ګیروګان نیولی دی، زموږ په حق کې ظلم دی. موږ باید ټول ملت په دې سره مستمام شو، د زندانو دروازې خلاصې کړئ، راسي منطق زه وایم. دا د دنیا هر څوک ته زه چیلنج ورکوم، لکه استاد چې په خپل اسلامي فلسفه کې زه په دې فلسفه کې نړۍ ته چیلنج ورکوم، که چا ثابته کړل چې دا د افغانانو جرم دی، دا د افغانانو ګناه ده، ما دې اعدام کړي په ټول افغانستان کې. کنینو په لحاظ خدای ام خنجران پیسې دی وړي، ام بل دی وړي، او موږ هم دلته دغه شکاجان ورته کښېنه وړي دي. اتلس کاله دي خپل ملت په دارو کې اچولی دي. د خدای په غضب دي اخته شي، زندان دروازې خلاص. دغه زما آینده رئیس جمهور نه دی، باور کړئ. دغه ډاکټر صاحب سره ما پر دې بحث کړی، ما ډاکټر صاحب دا فرموله د سره تجدید نظر غواړي، دا زندانو دروازې خلاصېدل غواړي، دغه قوتونه چې په دې لاره کې مصروف دي دا ملغا کېدل غواړي. دا بیکار، دا بې معنا کار دی، دا فقط ضایع د وخت ده، بې ځای مصرف دی. په دغه پیسو باندې شپخانی جوړ کی، په دغه پیسو باندې و خلکو ته د خدمت لارې خلاص کی، فابریکی و سرتخانی ورته جوړ کی چې بادرنګ پکښې کی وروځي، بل پکښې وروځي، دا می زیر پر بیا جوړ دی. او د دې دفاع کوم، ټول ملت ته وایم، ملت را سره متحد سي، زه دا ثابتوم چې دا ستی ګنا نه ده، دا د دغه د دنیا د ظالمو انسانانو ده چې په موږ هم جبران کری، هم تیزاب دی راوړي، هم ډالر کی دی، هم وړي دی، او موږ دلته د خدای په بدبختی کې. ډیر مننه کوم. از می سپیو په مسله په دې ریپورت کې ورنه یادونه شوی، هغه دا دی چې خلک 2014 کال نو د نړیوال ځواکونو وتلو نن دښنه لري، د دې لپاره د کوکنارو کښ ډیر شوی دی، غوړ چې یو څه پیسې ځان ته ذخیره کړي، دوی د فکر کوي چې پراتلونکي کې به ګډوډي رامنځته شي. څومره فکر کوي چې دا خبره به درست وي او دا بندښنه واقعا خلکو سره وي؟ د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د تلویزیون محترمو لیدونکو ته، د نشه یي توکو یا مخدره موادو هغه عمده مشکل تاسو ته بهتره معلومه ده چې مختلف علتونه لري، دا چې بین المللي ټولنه په میلیاردها ډالر مصرف کړي دي او د دې مخنیوي تر اوسه پورې نه دی سوی. عمده ټکی څه شی دی؟ عمده ټکی فقر دی، بیکاری ده، د بنیادي پروژو نشتوالی دی. اوس مثلا
دا ولایت چې افغانستان خو زراعتي مملکت ته ولایت خلک اکثرا په کړهنه باندې بوختي نو وخت چې امکانات د دینې چې دی اوبه ونه لري چې مځکه وکړي او د کوکنارو لپاره خو لري کوکنارو اوبه غواړي او کوکنارو ویل کې ډیر زحمت غواړي نو دقیقا زحمت غواړي خو عواید هم ډیر دي نو دا یو عمده ټکی یو موضوع دا ده بل دا د کوکنارو قاچاق تاسو ریښه یې وګورئ چې اصلي عاملین څوک دي قاچاق لوړپوړي حکومتي چارواکي کوي پرنجرو کې قاچاق کیږي په حکومتي ترانزیت کې قاچاق کیږي عادي بزګر عادي دیقان د دې قاچاق یا د دې کښت څخه دومره ګټه نه پورته کوي په دې کې بینالمللي مافیا خپل نقش لري تړلې دي دا د خپل افغاني قاچاقبران او مافیا سره تړلې دي دا مشخصا په ډاګه شوی ده بل موضوع چې ده زه غواړم چې وایم چې فساد دی فساد په حکومت کې مثلا د قاچاقبران تحصیلات د افغانستان ټول زندانو ته وګوره کم کسان بندیان دي بله هغه عمده کسان چې قاچاق کوي هغه عمده کسان چې لاس لري په دې د مخدره ټوکو په قاچاق کې هغه لوړپوړي حکومتي چارواکي دي لاس لري د بینالمللي مافیا سره او لکه مخکې چې دوستان وفرمایل پر کیلو نیم کیلو په 200 ګرامه باندې افراد او اشخاص په کلو کلو بندیان دي دا نن زه تاسو ته یو مثال درکوم د سیو څوک باندې سوي په د کابل کې د فراز خمات شاد ماته زنګ والی تاسو باور وکړئ چې ما دا مشخص قاضي سره خبره وکړه قاضي ماته چې دا دومره بیګناه دی یو څوک راوبل چې راځي زور سره کومک وکړ وارث نه لري چې دلته راسي د سی افراد او اشخاص باندې ان کې تاسو کوم لوړ پوري حکومتي چارواکي زما سوال هم دا دی چې اوس دلته په دې رپورت کې ویل شوی چې تقریبا د یو کیلو اپینو پای یو سل 15 سل ډالر زیاتو کم دی نو په یو سل 15 سل ډالر باندې ول یو دیقان خپل ژوند په خطر کې اچي ځان ما بس تر سي یو دی مسائل تر سي دا خو به دومره ګټم لري خو یو جې بزمکه به څومره اپینو کې ډیرو کې یو من یو نیم من زر ډالر نه پورته کی ول ته زر ډالر یو نیم زر ډالر خاطر هتل اس کال بند په ځان منی دا مسائل ځان باندې منی اما عاید بل چاته دي په 2013 کال کې ویل کیږي چې 18 میلیارډ ډالر د کوکنارو د وایز څخه په نړۍ کې لاس تر غلي دي خرچ شوی دي هغه په مقابل کې دا خو شیم د ول د خلک بیا هم کوکنار کوي خلک مجبور دي خلک په اطرافو کې تاسو ولر څه وګورئ خلک سخت په تنگ دي هیڅ نو عواید نسته حتی خلک مو مصروفه په دی چې د ورځې د خوا ډوډۍ پیدا کوي شپه یې وخوري هیڅ نو اقتصادي امکانات مشتاس نه لرو ما چې مخکې تاسو ته وویل چې بنیادی پروژو باندې کار نسته خلک بیکاره دي دا بندونه کوس جوړ شوی وای تاسو وګورئ د کونړ نه شروع کته باندې کمال خانه تر باندې بخشابات فراروت یا تر نورو محلاتو پوری دا خلک هم مصروفه کیده د زراعت لپاره کار اکثره ویل شي په سیمو کې کوکنار ډیر کرل کی مخکې دائم صاحب مرته اشاره وکړه چې امنیتی وځه خنه ده امنیتی وځه خراب ده آی په فراکم په ماغو سیمو کې کرل کیږي چې امنیتی وځه واخن په خنه ده مطلق اندر راپورت چې موږ واوریدې تقریبا د افغانستان په نیمایي ولایت کې په ولس ولایتو کې د مخدره موادو کښتو زراعت کیږي په ولس ولایتو کې نه کیږي خو د فرا ولایت د وبنلري مشکل سونه زیاته ده بل ناامنی هم غټ تهدید دی بله په هغه مالاتو کې چې حاکمیت نسته انرژي و راج مرز دلته ډیر کرل کیږي ولې څوک پښتنه نه کوي خو بل موضوع دا ده بیا تاسو ته عرض کوم د قانون یو رنګ تطبیقول قانون باید پر ټول خلکو باندې یکسان تطبیق سي مکافات او مجازات اصل باید مراعات سي تاسو وګورئ اوس مثلا د مخدره ټوکو موضوعات یو خواته پرېږدي د امنیتی ستونزې وګورئ په هر ولایت کې چې یو پیښه کیږي غیله د لوګر د ولایت د اخیره پیښه چې امنیتی مسولین ته جزا ورکړسو نور په افغانستان په کم ګوټ کې مخنیوي شوی کم والی کم وزیر کم رئیس کم قومندان بندیسو همدارنګه د مخدره ټوکو په قاچاقو کې ما هیڅ لوړپوړي چارواکي نه دی لري چې د افغانستان په زندانو کې مشخصا دوی پکښې لاس لري اسناد ته خپل حکومت په دې اعتراف کوي د افغانستان د لومړي موقت حکومت څخه تر نن پورې د کورنۍ چار وزیر په هغه وخت کې اعتراف وکړي چې قاچاق پرانسته د مځکې د خازبین نه چا پښتنه وکړه چې پټ سو پر لپټ سو چې اوس د مافیا او د قاچاق برانو په اکله څوک پښتنه وکړي
قاعده هم یک موضوع دیگه که بارها بالای وزارت مبارزه با مواد مخدر یا حکومت افغانستان انتقاد میشد، چرا پروژه های بنیادی را در ولایت ایجاد نمیکنه تا مردم از کشت مواد مخدر ابا ورزن و کشت نکنند دوباره، اما گفته میشد که پول در اختیار ندارند. پیشتر سیدی صاحب اشاره کرد که تنها در یک سال تقریبا در طول چند سال 11 میلیارد دلار به مصرف رسیده. ما میخوایم این 11 میلیارد دلار چرا بند ساخته نشود؟ ما میخوایم این دو سوال از سیدی صاحب کنم که این 11 میلیارد که ادعا میکنن که وزارت طی 10 سال یا 11 سال گذشته به مصرف رساندن، نظر به کدام استاد میگن؟ من براتون میگم که در سایت ها، در سایت های خبری امیل، از سایت بی بی سی را ببینید، وجود داره. البته به شمولی و از طریق دولت یا بودجه دولت پول به مصرف من هرگز نگفتم. خیلی شما گفت من نشنیدیم. من گفتم که به شمولی کمک های امریکا، جامعه جهانی و شما و یک مسئله دیگر ما میخواییم از گفته های سیدی صاحب اشاره داشته باشم. گفتن که آیا سیدی صاحب خودشان امی قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر خواندن؟ و نظر به مو قانون آیا مسئولیت های وزارت هم میفهمند که مسئولیت های وزارت مبارزه علیه مخدر چیست؟ خب همیشه گفته شده که وزارت پالیسی ساز است. پس میپذیرین پالیسی تا ناکام بود. ببینین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت است که برنامه جور میکنه، راهکار جور میکنه، مشترکاً با وزارت های زیر ربط دیگه. میپذیرین که ناکام بوده؟ ببینین ما اگه کشت بالا رفته، ما قبلا هم گفتم کشت در ساحات بالا رفته که از ساحات زراعتی تقریبا خارج شده، کش رفته به ساحات للمی و به ساحات دشتا. اما یک چیز است آقای دائم که کسایی که تجربه دارن در بخش زراعت، مواد مخدر یا کوکنار به هیچ صورت در للمی کش نمی شود. او یک بوتی است که بسیار خدمت کار دارد و تا در زمین زراعتی و در زمین زراعتی هم زمین غنی که نباشد جای دیگه کش نمی شود. در سال 2007 1,93,000 هکتار کش صورت گرفته بود، اما تولید 8,200 تن بود. در سال 2013 2,09,000 هکتار کش صورت گرفت، اما 5,500 تن تولید بود. امی خودش ثابت میکنه که از ساحه زراعتی که تولید بالاست و زمین زراعتی اصلا خیز از خارج شده به ساحت دشت رفته که دشت فکر نمیکنید که این شاید کار پالیسی شما نبوده که تولید کم است؟ این شاید آفات طبیعی بوده که تولید کم شده. امسال آفات طبیعی نبود، شاید خوشسالی باشه، شاید جای حاصلات ندارن. مافیا ما قبلا هم گفتم در ساحات حالا دست به کش زدن، در ساحات توجه یا در تمرکز خود مبذول داشتن که خارج از حاکمیت دولت بوده، خارج از دسترسی حکومت بوده، خارج از دسترسی نیروهای تنفیذ قانون بوده. در ساحات امسال سال جاری کشت افزایش پیدا کرده. ما قبلا هم گفتم که نهایت تهدید امنیتی وجود داره و یک دلیل نمیشه که مثلا ما مسائل امنیتی رو بگیم. بیشتر قهرمان صاحب هم اشاره داشتن، ببینین 10 میلیون معتادی که در منطقه وجود داره خود از یکی از چالش های است. و عامل عمده دیگه که در سال 2009 سازمان ملل متحد اعلان کرد که حدود 12000 متریک تن ذخایر مافیا از مواد مخدر است در ساحات مختلف افغانستان و بیرون از افغانستان. همه طی 3-4 سال گذشته تولید مواد مخدر بسیار پایین آمد و همین ذخایری که مافیا و قاچاقبرا در ساحات مختلف داشتن تقریبا اتمام شد، خلاص شد و امسال نهایت کوشش خود کردن که در ساحات ناهمن و از ساحاتی که مشکلات امنیتی وجود دارند نهایت بهره برداری کنن و ساحات تحت موضوع دیگه که شارش اگر مواد مخدر مشکل جهانی است، نه مشکل افغانی تنها، پس چرا یک نفر به خاطر جرم و کشت یا قاچاق یک کیلو دو کیلو تقریبا سالها به بند می رود؟ چرا مشکل پس جهانی بررسی نمی شود؟ در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در ماده 41 و ماده 51 ازی واضح آمده که اشخاصی که کشت می کنن از یک جریب به بالا اندازه حبسش معلوم است. از 3 ماه شروع میشه، حد هضمی حبس الی 20 سال است. از 20 سال بالا نیست و از 3 ماه پایان نیست. ببینید افراد فعلا در زندان ها است، به سطح قماندانه امنیه وجود داره که دزگیر شدن، به سطح مافیایی که در منطقه قاچاق میکردن وجود دارن و فعلا در زندان به سر میبرن. و ما دمی پروسه دو تن از سارانوالای ما را که دمی پروسه کار میکرد تا 5 سال گذشته ما شهید دادیم، جانانشان از دست دادن به خاطر محاکمه از این مافیای بزرگ، به خاطر همین دزگیری از این مافیای بزرگ. اگر این گونه بررسی کنیم پالیسی را که وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته بود، فکر میکنید که در سال 2013 بالاخره ثابت شد که پالیسی ناکام بوده؟ ببینید ما قبلا هم گفتم پالیسی اگر از یک نگاه ببینیم که کشت بالا رفته، اما دستاوردهای دیگر عرصه ها داشتیم. در پیش از سال 2012 گراف ضبط ما پایین‌تر از ارقام یک بود.
گرفتاری مافیای بزرگ ما هیچ وجود نداشت. مافیای ما شناسایی نبود که با کدام کاتگوری ما مافیا را دستگیری کنیم. اما فکر نمی که گرفتاری و مسائل دیگه مربوط وزارت شما نمیشه. خب طبعا ما وقتی که راهکار و پالیسی را جور میکنیم وزارت مردم قناعت بدیم تا ما راهکار جور میکنیم با همکاری وزارت های زیر امنیتی. وقتی که پالیسی تنفیذ قانون ما ایجاد شد در سال 2012 8 از مافیای بزرگی که به سطح منطقه قاچاق میکردن دستگیر شدند و همچنان در گراف زفت ما که از یک درصد پایان بود به 10 الی 14 درصد. یک سوال دیگه امی نماینده سازمان ملل در بخش مواد مخدر اشاره کردن که این سروی یا این گرافی که به نشر رسیده گفته قابل نگرانی است، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته که قدر قابل نگرانی نیست. شما چرا قابل نگرانی نمیدونید و اونا چرا قابل نگرانی میدانند؟ قابل نگرانی با چند دلیل است که گراف افزایش پیدا کرده، این را ما قبول میکنیم که حدود 36% بله. کشت بالا رفته و در حدود 48% تولید بالا رفته، اما ما به سالهای آینده بازم برنامه‌ای داریم، پلان های داریم با همکاری وزارت های زیربط، با ارگان های زیربط. همین پلان تطبیق میکنید یا تجدید نظر میکنید این پلان تا؟ طبعا پالیسی که جور میشه، استراتژی که جور میشه، سالانه و مرور میشه و نظر مشکلاتی که داشته این باشه و ما چالش هایی که در وجود داشته این باشه ما رو بازنگری میکنیم. ما میخوایم یک نکته رو برای شما اشاره کنم. سال گذشته ما دیاقین را دستگیری میکردیم که مختلف بود، یا کم کشت میکنیم یا زیاد، اما در سال جاری که به سال 2014 ما پلان گرفتیم، در پلان است که افراد را ما دیسکیر کنیم و تیمای ما به 6 ولایت، به 6 زون یا همی 6 ولایت هایی که بسیار ناهم نست و مشکلات دارن ما ارسال میکنیم تا با همکاری ارگان های زیربط امنیتی هم و ولایت افراد را که بیشتر از 5 هکتار و 10 هکتار و 20 هکتار حتی 100 هکتار کشت میکنن و را شناسایی کنیم و اقدام بده. تشکر. آقای سیدی، یک موضوع دیگه گفته می شود که بعضی از شورا ها نام نستن. زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان نمیتونن به صورت کامل یک شورا را که چند نفر به گفته خودشان توریست یا مخالف میخوای نام بسازی، چند نفر دزد را میگیره، جلوش به طور کلی و درست بگیرن. پس مواد مخدر که اشاره می شود که چقدر مافیای منطقه، جهان، افغانستان و تا مقامات حکومتی را اشاره کردن آقای عظمی که دست دارن در این مسائل، فکر می کنید که توانش با این گونه مبارزه داشته باشند که از بین ببرن؟ اگر صداقت و اهلیت وجود داشته باشه بله. اون چرا که من می خواهم بگم، دوست ما گفتن که این مواد مخدر که امسال 36% بالا رفته در مناطقی ناامن است که گویا حکومت به نحوی تسلط نداره. من خدمت شما عرض میکنم که به شمول گفته سخنگوی وزارت داخله و وزیر داخله در مورد انتخاباتی که پیش رو است میگویه که در تمام افغانستان ما به 7 ولسوالی تسلط نداریم که یک یا دو تا در هلمند است، دو تا در زابل است و دیگه در نورستان است. آیا همین 36% مواد مخدره که امسال بالا رفته همینا به همین 2 ولسوالی هلمند و زاول و نورستان است؟ به همین 7 ولسوالی است؟ آدم میفهمه که دروغ شاخداری است. یعنی حکومت میگه که ما به 7 ولسوالی تسلط نداریم، به دیگه جا تسلط داریم. یک. دوم، گفته میشه که وزارتی به مبارزه با مواد مخدره پالیسی ساز است. هر پالیسی که منطقی ساخته نشه، علمی ساخته نشه، صادقانه ساخته نشه، جنبه تطبیق نداره. بنان پالیسی که جنبه تطبیق نداشته باشه حرف بی‌معنای بیش نیست. به خاطر پس که اینا پالیسی سازن، کی باید اینا تطبیق کنه؟ درست است شاید بگویند که وزارت‌های داخل. من هرگز نشنیدم، که وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر بگویه که ما پالیسی ساختیم احمد محمود همکاری نکرد. اونجی را که جناب قهرمان صاحب گفتن که تمامش از الف تا یا جامعه جهانی ملامت است، من توافق ندارم. وطن از ماست که نامش افغانستان است، پایتخت کابل است، وزیر ما هستیم، مین ما هستیم. خارجی ها اگر بخواهن که وطن ما را برباد کنن، حداقل اگر از نگاه دینی دست نداریم، پا نداریم، بیکفایت هستیم، نمیتونیم صدا خدا بلند کنیم؟ بگویم که خارجی ها ما را نمیگذاره که ما مبارزه کنیم. بگویم خارجی ها مواد قچاق کرد، ما به این حکومت خود کدام خارجی را کسی گرفت؟ اما زمانی که داخلی تا محاکمه نکنی چگونه انتقاد بله. کرده میتونی بالای خارجی؟ بله، گوش کن. زمین از ماست، کشت ما میکنیم، محصولش ما جمع میکنیم. گفته قهرمان صاحب گفت که حاجی خرد به حاجی کلان میفروشه به موترهای ما. اگر ما تا میدان هوایی به خارجی ها میرسونیم، خب ما خائنین ملی بیش نیستیم دیگه. به خاطر اینکه زمین از ماست،
چی از ماست؟ چی از ماست؟ هدف قهرمان صاحب موضوع ازی بود که جامعه جهانی شکایت داره که افغانستان در مواد مخدر یکقدر مقاومت داره، یکقدر مواد مخدر کشت میشه. قهرمان صاحب گفت که اینا اگر صداقت دارن خودشان چرا نمیتونن با تکنولوژی بیشتر عسكر بیشتر جلوگیری کنن؟ قهرمان صاحب من چی گفتم؟ من میگم اونا تکنولوژی بهتر دارن، میتونن، ولی وطن از ماست. ما از اونا چی توقع داریم؟ اونا شاید هم وطن ما رو گوگرد بزنن، لعنت برشان، ولی ما چرا اجازه میدیم؟ من میگم که اونا دست دارن، من میگم خارجی ها پودر وارد میکنن، من میگم که تیاره انتقال میتن، هیچ تردیدی به قبع ازی نیست، ولی وطن از ماست، ما چی کفایت نشان میدیم؟ ببینید، من میگم، اگر شما میگین که نه، من نام میگیرم. شما شنیدین که امسال یک جنرال بزرگ وزارت داخله به نام کبیر اندراوی از میدان هوایی به چقدر مواد مخدر گرفتار شد؟ او پلیسی بود، قمندان امنیه نیمروز هم بود، نه قمندان امنیه نیمروز. وقتی که قمندان این ولایت به مواد مخدره رهبری میکنه، وقتی که یک ولی ولایت رهبری میکنه، وقتی که قمندان سرحدی دو سال پیش از هرات یاد شما هستنی به مواد مخدره گرفتار میشه که رهبری مواد مخدره میکنه، شما که خارجی های لعنتی بیاد و به وطنتون علاقه نداره، دوست نداره. اما گپ آخر در کجاست؟ گپ آخری است که ما همه کی یک میلیون نفر ما در زیر پل ها به مواد مخدره آغشته هستند، همینا رو ما دقیقا از زیر پل ها جای چتلی بلکده نمیتونیم ایرم خارجا بکنه مواد مخدره. آیا ما همین خارجا آمدن سگرت به ما دادن که ما پودریشیم؟ خارجا گفت که اینا رو تداوی نکنیم؟ نه، ما هم گناه داریم، ولی خارجا رو قابل بخشش نیست، خارجا بد کردن در این کشور، ولی ما باید خودمون حداقل صدا خود خود بلند بکنیم. تشکر سید صاحب. قهرمان صاحب، هغه د پالیسی او بیا هم د استراتیژی خبره راغله. یو پالیسی دا ده چې د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت هغه ولایتونو ته چې په هغه کې کوکنار نه کرل کیږي تقریبا په کال کې $1 میلیون فکر کوم ورکول کیږي هغوی ته. زما سوال دا ده چې آیا دا لاره ده چې $1 میلیون د ولایت ته ورکړل شي؟ اوس دا څوک ثابتولی شي دا پیسې دیقان جب ته ورځي؟ هغه څوک چې دا کوي داغه په درد خوري او پراتون کې هغه دې تاسو کې چې ویني کوي دا خپل خبري بیا یو ځل تکرارول غواړم او تاسو کوم يم او غواړم چې دا ټول ملت په دې پوښي دا ټول کړنی ک وزارت ورته جوړ دی ک ماوینت ورته جوړ دی ک تیاری دی ک توپونه دی ک پور ژوند دی ک پروت ژوند دی ک کومک دی ک مرسته ده دا ټول پراټ دی دا صرف او صرف د دې د پاره چې دغه شی آزاد نشي د ارچا لاس کې ورنلويږي د دې نرخ لوړ پاتې شي د دې د کنټرول د پاره د انټرپول په نامه چې شي ویني دا د بل شي د دغه کار د پاره د هیڅ اثره اراده نسته نه د بیرونه سره اراده سته نه ستاده د داخل د اکی ماشين سره اراده سته په وچه توتو په شي سفرونه دي کني د دې د پاره ډيري معقول منطقي لارې سته وساول ز خپل تاته یلمن شي کزما په یلمن باندې په دې شل لاس کال کې $200 میلیون د کجکی په بند باندې یو بازمیره پیدا شوی و یا په خارجي کې یا په داخلي کې او مصرف کړی و زموږ انرژي یو سل یو 50 میگاواټ ته رسیدل چې 50 میگاواټ زموږ د ټول یلمن تر پځي بسیدل سل میگاواټ پر دشت استلی وای او د دنیا افغانستان پر تجارانو ژغ کړی و چې خل ګراسي دلته ش زراعتي ولایت دی دغه یو د انجوارې په دبلی کې اچولې ما زرزل په ډالر رانیولې دي 200 ګرامه بینډي په خلټه کې اچولې دي ما په خپل 200 واري په اسلام باندې په $1 رانیولې دي یو د انا بانجان په $3 رانیولې دي کما با زمیره سپیران درلودای بیا د ازما مال تر ځای په شره شیدلې وای نو خو زه د 10 مجبور کړم الغه ټوله را باندې د خړې ده خټکی وکړم را باندې وراسته شي انګورو موټران را باندې وراسته شي دروازې بسټه لامی پاکستان د خټکی په 3000 روپی نه را سره نه شي نو دلته پیشلا زه وچ دغه ته مجبور یم درستی چې ګټه لږ ده 0 روپی دي اوس نو زه دا شی کرم اوس نو وګورئ د دنیا نارواگان داخلي نارواگان ټول په دغه ځان کمالي مصیبت دي ملت تور په نصیب کړی دي ګیروګان نه ولې دي شو غار نسی د شپې چې سپینکالی اغوست دي دا په شرای دی چې زه نیم ستاپلار نه سکراله او اچو مال زما حق راکه دا ځان کمالي شو غار نسی تر پځې پوری سهار برک درې شی ور روان دي چې قانون ما پېژم صاحب اساسي قانون حق راکل تا تاریا کړل ودته نو هغه د دې سربریتی په کټ په ګرد نقشه کې مثال د نادالی مکمل
شمال ولسوالی ده په دې ولسوالی کې یو کنجور شوولې هغه ته خور معلومی ده پاسه سروې چې سش کال څومره کښ سوې دي څومره باید تولید وشي د جهان د مارکیټ تقاضا څومره ده و دې خواران ته یو کنجک وروشي دې درغه یو کنجک سره نه دوری ځای خرابول شي نه دې خواته دا یو ګملا چې غورته نور نه موږ نه سره زور باندې خرابوي فقط هغه کنج هغه نرخ کنټرول قربان مسم دای تو تیاده دا د دې ملت په برابر باندې دنیا ظالم انسانان زه دا ثابته و ما دا علمي ثابته دا زموږ ته خبري اره ورځ سپارتونه کنټرولي دی د مربانی و چې در انګريز در امریکایي پر ک سوال لري نر غوندي د راز زما زه د دې ملت د پاپا څنګه کې درې ژم زما د ملت په حق ظلم کیږي موږ مزدوران نیولې ته زما دا یو دا نه انځر را خرج ک په ډالر باندې زه بیا دا شی کرم ته ما ته الله راک چې زه انګور تر ځای ورسوم ته ما و آرام ته پریږد سر و درا پورې نیولې دي د شپې اغرا باندې کماله سار برک درې شی را باندې کماله دا چې می کمال کی د کلم لام زکات غواړي د کلی خان هم غواړي ول سوال صاحب هم غواړي د کلی دمو غزل شی هم غواړي اخر نو موږ لمنځان ته زابل مساکلات وخت للو د پرکا د دغه شی د پاره ته خبر مله لمنځان راست چې مرتي سش کال د ټول زوی مړ تو چې شور مو خاک سکه ولاکه وکړه خدای په غضب ماخته کړي څوک د نشګر په نام راضي ځان اسې کماله وي څوک د بلا په نام راضي ځان کماله وي څوک د اسکر په نام ځان کماله وي څوک د بل ټول شهر لوب لباب ته شي وړي د ملت مجبوره کړی دی جبرانی ور باندې کری جبرانی ور باندې تعمیل کړی د ملت مو ګناه نه د ملت مو اثر دی د دنیا د ظالم انسانانو څو کی اولاد په غاړه کې لیدل دي یو وخت یلا خټکی پاکستان په زر کالداري نه جنرانی شي یو وخت نه د غلوی موټر د انګورو ډکړي خواران په شل زر کالداري پر خرچي بې پرو کی بیرته سره مسترد کی کښ کی وس دی په زمیره څلور دي سپیران درلودای چې چا په هین کې مارکیټ ورته پیدا کولای چا په دوبی کې ورته پیدا کولای چا ګند نه ور خرڅولای تورس د ایران ته د ایران شلومبه ما په مسکو کې رانیول خو سړی لري وجدان لري د شلومبو خریداري اله تورته پیدا کړی دی د ګل خریداري زایم او په لاس د خدای ابل ورځ ناسوم ته د زایدان څخه په استلاب د مشاده سره راپور میاوري دی ول د اټیم لکو ډالر ګل موږ افغانستان ته صادر کړی ځای پر ځای شاپور جان فکر سره پیدا شو شاتیم لکو ډالر مشاده ته صادر کړی دی خراسان به څو صادر کړی زایدان به څو پاکستان ایران حلین چې جمع کیږي څلويش په 2 میلیونه ډالر په مالک ما په زمیره وزیر زراعت ترلوده ما دلته د سهم په شکل باندې به مسولیت انسانان نه درلوده او دا د اوغمی سره په دا ټول توکیو کې شریک خلک نه وای نو خدغه څلويش میلیونه ډالر ولی هلمند نه صادري ولی مثال بل نه صادري دا یو توتیا ده د دې ملت دغه بندګارات دغه قضا دغه محکمه دغه وزارت کې مینه تا ټول دا چې کوې کارته موږ لیږلی وای شت سره کار خو براته جوړ کړی وای دا چې موږ لیږلی شه په خانی به جوړ کړی شه شه په خانی جوړ کړی دا وچ کلک د پردی د پاره غو نقطه ورشي د بل د پاره فقط د بزنس ته ساتلو د پاره موږ ګراوګان یو د اویا میلیونه ملت ګراوی اس ځان خلاص کی ځان وشوروي نه مواد مخاطر موږ ګناه ده نه دا جنگ موږ راغړې دي جنگ د دی مواد مخاطر د دی منافقان دی د دنیا ټول نارواګان د ټول سوی دل تر اگدي دي په موږ کې نارواګان پیدا کړی دي د جوال خله سره نیولې ده موږ اویا میلیونه ملت د جوال خله ته د صرف ګراوان ده نه کی خدای ته وګور ازمه سپیو په مسله د اسویل کې وي د نشي توکو د کښت او قاچاق په برخه کې څومره چوي فشارونه ډیریږي هم غلوې قاچاقبر ته ګټه ډیریږي ځکه وي دلته چې د نرخ او چتیږي په دنیا کې او کله چې نرخ او چت چې دوی ګټه پکې ډیروي فکر کوي چې دا موضوع هم تحصیل لري څومره چې فشار ډیر شي او ګټه په دوی ته زیات وي د فشار ډیریدل په اصول باندې وي یو سیستم وسی یو میکانیزم وسی پر دې اصل باندې کار وسی زه یو خبره کوم دا خو شپږ د فیصد شولې ده بین المللي ټولنه کې دا ارقام دقیق دي کنه دي خو په هر صورت باندې تر څو چې موږ ځان جوړ نکو د افغانستان دولت زه په دې عقیده باندې چې عادي دي قان هیڅ نه و تقصیر نه لري دا ټول مافیایي کړي د افغانستان په لوړ پوړو چارواکي کړي سی په اسنادو درته رسو زما سوال هم دغه د کله چې د سردخانی خبره جوړیږي چې رامتکی سردخانی د جوړی شي د میوه د پاره یا نور سبزی د پاره ولکه کافی بودیجه ورته نشته اما دلته میلیونونه ډالر د مبارزې په نوم باندې لګول کیږي آیا دا مسائل دومره ګران دي جوړول چې میلیونونه ډالر مرته نه بس کیږي سوال هم دغه دی هم دغه مشکل دی خو زه په دې عقیده باندې يم چې د افغانستان د فیلی مخامخ نظامی جګړې تلفات تر هغه تلفات زموږ تلفات د پیساب د نشئی توکو د مخدره موادو د استعمال د زموږ د خلکو تلفات زیاتر دي په دې زیاتی
فیزیکی قوه مو لمینځه ولاړه، افکار مو ټول مخشوش شوه. اوس تر یو میلیون زیات انسانان معتاد دي. تاسو وګورئ په هر کور کې که یو معتاد وسی هغه ټول فامیل ورسره تکلیف کی. نو په دې عقله باندې یا مثلا یو امهنګي باید د دغه مخدره موادو مهرباني وکړي. اوس ګوري دغه مواد مخدر د شراب هم د مواد مخدر یو بخش دی. دا پرون مې یو ځان سره حساب کاوه چې مال په ولایت کې د شپې 3000 بوتله مصرف شي، په څلور دېرش ولایتو کې موږ 100000 بوتله تنه شراب د ورځې مصرف لرو، او تاسو $50 څخه تر $100 پورې، دا $50,000 تر $100,000 پورې کېږي. دا د دنیا د ډېر لوی پروګرامونو لاندې یاسو خلکو دل دې په ایشتله وتیشته نورې حسابونه پاته دي چې تر څو مش خپل دلته د یو سالم مدیریت په لرلو سره توانمن نسو او ځانونه سره نن نه باسو د دنیا د ټولو خنجرانو د مصرف بازار به موږ پیسې پیسې دلته د شپې پیسې پر خزانه ناشته د دنیا دریمه پیسې ستې سره دي په ځان نه پوهېږي او په شلو نمونه درسره وي. بل موضوع چې غواړم یاد کړم، یو امهنګي د دغه مخدره ټوکو د کمولو په ارتباط باندې نه تنه د افغانستان د حکومت د زیدخل اورګانو ترمن زمنسته. مثلا تاسو یو میلیون معتاد لري، په څلور دېرش ولایتو کې څلور دېرش شفاخانه لري، د معتادینو عادي کلینیکونه چې لس نفره پکې دي، د 340 نور هم د کابل کې 100 نفره. په دې خاطر چې د مملکت د بدبختی او مصیبت څخه خلاص یا بل موضوع خپل د بین المللي ټولنې او زموږ د مخدره موادو د وزارتخانه ترمن ادم یامانګي داده د دوی یو عادي کارمن په کلو موږ لیدلی 15000 افغانۍ معاش اخیستی، مخامخ یو بل شعبه چې خارجیانو جوړ کړ $15000 ابو ته بود یا نه بود. څه دا په خپل هم د فساد زمينه مسايدي، هم د کښت زیاتوالی زمينه مسايدي، دا اومده لتون دي. بل موضوع زه غواړم وایم چې د بزګرو سره باید کومکونه وسی، کوپراتیفونه جوړ سي، پر دغه سیستم او میکانیزم باید یو تجدید نظر وسی. څه وکړو چې دغه مخدره مواد لمیان زولار سي؟ مثلا دا بل موضوع ادم یامانګي چې ما درته وویل د کابل ښار کې زه په درې نایي کې ژوند کوم، ما ته دا خلک راغله ټول سوه چې دا معتادین ډیر دي، هلته یو منطقه ده په نام د پل وعدت په نامه، موږ سخت په عذاب یو. رښتیا هم په لسګونه څه سلهاو کسان هلته په دریاب کې دي هلته. ما کمیسیون کې دا موضوع مطرح کړه، دا مسؤولین مې وغوښته، وختي ده اوس موضوع نه ده. دا د پول پدې خوادرایمه اوزده په خوښه پژمه اوزده د دې خوادرایمه اوزه په سیزي د خلک تشتی شپژمه اوزده درود په خو بیا وایز مش مسولیت ختم شو. دا خوښه پژمه اوزه راځي، دا متادین درېمه اوزه خاطر راځي، دا په خپل ضعف په زموش په امنیتی ارګانو کې، زموش په زیربط ارګانو کې دي. بل په دې موضوعاتو باندې باید بیا هم تاکید کوم، هم ژغی باید وسی، هم انګی باید وسی، د دې اخینو سره کومک وسی، او لاري چاري باید ولټل سي. اما ځینې وای تر څو پر چې بنیادی کارونه تر سره نشي په ولایتو کې، دا په مرستو باندې، په غوړی ورکولو باندې، یا په غنمو ورکولو باندې، دا لمنځه نه سي. دا پروسه دا مشکل مطلق انساس سره مقیده يم. ما مخکې هم عرض وکړی که مثلا په دا پروژې بنیادی پروژو باندې کار وسی، وګوره افغانستان ډیر رودونه لري، دریابونه لري، اوس دغه د اوبو څخه دا بندونه د بندو ایمار په زرهاو څه چې په سلهاو زره خلک هم مصروفه کیږي، هم به مو اوبه سیوي، هم به مو برق سیوي، زیر مې لرو په دې کار باید خلکو ته مساعد شي. کار د ځوړلو لپاره کومه پالیسي چې د افغانستان حکومت لري جمع نړیواله ټولنه ناکامه او بیکاره ده؟ تجدید نظر باید پکې وسی. فساد پکې شته، فساد، فساد عمده ټکی فساد دی. په څنګ کې زیربنایي پروژو باندې باید کار وسی. یعنی دا پالیسي کارامت نه دی، باید کارامت وای. په ابتدا کې 15,000 متعدد مدلوت، اوس 1,000,000 متيقن هم که په دغه قصو مختلف سي 1.5 میلیون 2 میلیون متعدد ته ورسیږي. یو دقیقه وخت داریم، ما به سر کوتاه سي نقطه اشاره داشته باشم. ما پروژه بنیادی داریم، به طور مثال د ولایت ننګرهار، در ولسوالی بیسود و ولسوالی کاما ما سبزخانه ها را ایجاد کردیم و سیستم آبیاری را ایجاد کردیم که حتی نفع ازی تقریبا 4 برابر با نفع تریاک است در سال. و نکته دیگر که ما میخوایم اشاره داشته باشم، چون وقت کم است، 1,000,000 دلار ما مستقیم با ولایت تخصیص نمیتیم. 1,000,000 دلار را که تشویقی به ولایت داده میشه،
ولایت شورای ولایتی و شورای انکشافی با خواست مردم یک پروژه را بر ما پروپوزل نوشته میکنن با تاییدی ولی ولایت بعد از تکمیل پروسه تدارکات پروژه در او ولایت تدبیر میشه و یک مسئله دیگر هم میرسه چیزی نمیمانه دیگه دنید پروژه نیست که ما مستقیم پول به دیکان بتیم پروژه است که بخواست ببینید وقتی که مکتب ایجاد میشه وقتی که مراکز ایجاد میشه ما میخواییم سر مراکز تدبیر معتادین هم بیم که این مکتب و شفاخانه حق مردم از نظر به قانون اساسی افغانستان چرا در بدل کش نکردن کوکنار به یک آدم مکتب وقتی که یک طفل در یک دیقان به مکتب بره و در مزامین مکتب خود از ازرار عواقب ناگوار مواد و مخدر آگاه شود به تدریج والدین خود را وادار میکنه کش نکنند حقش است که باید مکتب داشته باشه ببینید مشکلات است کشور ما 30 سال جنگ گذشتانده مشکل است که یک وزارت معارف بتانه که به تمام 34 ولایت سوال اینجاست که فکر نمیکنید که وزارت معارف کار خود بالای شما میکنه شما بجاز چرا وزارت معارف هم تا حد عظمی کار خود کرده اما با همکاری وزارت معارف با خواست مردم و یک نقطه دیگر ما میخواهیم اشاره کنم بله. ما کمپلکس های بسیار بزرگ تداعی معتادین در 7 زون افغانستان در پلان داریم که کار بالایش یکی از پروژه های ما در ولایت هلمند عملا جریان داره و انقریب در ولایت ننگرهار و ما ظرفیت تداعی ما از سال گذشته تا تقریبا 2.5 برابر افزایش پیدا کرده خود از این بیانگر از این است که دولت دیگه تشکر سیدی سر بسیار کوتاه وقت من بسیار کوتاه من طرفدار از این نیستم که اینا پول میتن که شما مواد مخدر کش نکنین به خاطر اینکه مواد مخدر ناروا هست از نگاه دین و قرآن کسی که در مقابل مواد ناروا و خلاف دین مراد میکنه خودش گناه بزرگی میکنه یک نظر به قانون هم جرم است بله جرم است اینا که میگن ما پول میتیم که شما کش نکنین نه هر کس که میکنه باید شدیدترین مجازات شه و یک افغانی هم با انمی که پول میتیم تشویق میکنیم که کش وا که صفر از وار تشویق میکنیم که دیگه ولایت هم تشویق شن که کش نکنه مواد مخدره به قیده می نسبت به جنگ در افغانستان نسبت به بمی اتم در افغانستان خطرناکتر است بنیه از این ملت برباد میکنه گپ دیگه من حیران هستم که چرا علمای دینی ما راجع به همین مواد مخدر که بزرگترین جرم است صدا نمیکنن و گپ آخر من از ولایت غور هستم مردم غور ناتوان هستن هر سال به هلمند میان به خاطر تریاک که ایرا به اصطلاح قرباز می و نیش میگن میفهمین همین از کال ما شما شسته ایم همو کسانی که در هلمند قچاق بریم کنن قندار اینا میاین به غور مردم پیشکی پول میتن به خاطر زمستان نداره میگه بهار باز به تریاک بیا پولای ببزه ایرا گروگان میگن از همین از صدها نفر پول میته که بهار باز بیا زمینی میره نشسته باز دو چند رو سود, بله سود بیتی کشتم بکن خود خبر برتا اغا شیده چه دا ملت گرو ده یا پا چیتا ساتا یا پا پاستا ساتا دا ملت گناه نده دا دنیا دا ظالمان و بیزنس دی دا دا اغوی پیسی دی مزکه که بیر سخت واشت روان دی دا یوی واشت نمونه دغه واشت دیره من نکم ساس طول نچه پدی باس کم گردون کرکور مدن ساس ولیدون کنه هم من نکم چه تر دیدم و موزمونگ ملتیاو کرد تر بیاد خدای پامان.